بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. حضار گرامی، برادران مؤمن، چند جمعه وقفه آمده بود، سلسله درس های حج شروع شده بود و نظر و وقفه ای که در بین آمد، بعضی حلقه های آخری درس حج باقی مانده بود. موضوع در سرحدی رسیده بود که زمان حجاج کرام در عرفات قیام میکنن برای طلب دعا از الله متعال. اگر حاجی صاحب واقعا از امی حالت خود درس بگیره، در ما حول خود ببینه مردمانی وجود داره که نه پدرش است، نه برادر، نه اولادش است، نه اقارب، از تمام متعلقات دنیایشان هیچ چیزی امرایش وجود نداره، حتی کالای دوخته شده هم به امرایش موجود نیست، فقط دو پارچه از چادر لنگ است. حالتم حالتی است که ناخونا و مویا اموطور بدون از اینکه گرفته شده باشه موجود است. بسیار موقع پند و نصیحت است. صحنه را در یاد خود بیاره که روز فرا میرسه که نمی مخلوقاتی که در هر گوشه دنیا بود در یک میدان الله متعال کل گیره با هم جمع میکنه، امو میدان به نام میدان حشر یاد میکنه. مثلی که امروز ما به اختیار خود در یک پارچه از کالای خود در اینجا حاضر شدیم، مال و متاع دنیا هیچ چیزی امرای ما موجود نیست، فقط به دو پارچه سفید در اینجا آمدیم. چیزی که امرای ما موجود است فقط عقیده و عمل است. مؤمن حاجی امو صحنه میدان حشر را در ذهن میاره که اونجا با اختیار خود نه، بلکه به فرمان ملکوتی الله متعال همه مخلوقات جمع میشه. اینجا خود تنها مردمان جمع شده بود که دعوت انبیاء علیهم الصلاه و السلام لبی گفته، مطیع و فرمانبردار دستورات الله متعال است. اما صحنه میه که در اونجا کافر و مسلمان و کسایی که در دنیا سرپیچی و سرکشی کرده وام حاضر میشه. چه عجیب درسی است برای انسان که هیچ چیزی از دنیا امرایت موجود نیست. صحنه ای که تو از دنیا حرکت میکنی میروی، امید دو پارچه در تنت موجود میباشه، نه مالت است، نه متاعت، نه اولادت است، نه اقاربت، هیچ کسی هم به دردت نمیخوره. یقینا مؤمن حاجی در امینجا عبرت میگیره. از امو خاطر است که حج یک مدرسه و پیامی است که بعد از اختتام یا بعد از انتهای مراسم حج، حاجی اگر در اعمالش تندرستی پیدا نشد، در عقیدش صحت و سلامتی پیدا نشد، بدانی که این آدم دیگه هیچ نصیحتی برای ازی مفید نیست. این را باید درک بکنه که اینمی دو پارچه کفنم از دنیا قطی خود بردیم دیگه، همه مال و متاعی که شب و روز دویده بودم همه از پیش ما باقی گذاشته شده. میدان هولناک است، عجیب صحنه است، الله نصیب کلگی بکنه. در عرفات و مزدلفه سخن یا امر که اونجا خلاف عادت و عقلت است. در دیگه وقتا تا که وقت داخل نشه و یک آدم قبل از زوال نماز پیشینه زوال داخل نشده ده مرتبه بخونه، بجای از اینکه ای طاعت الله را کرده باشه معصیت الله را کرده،
عبادتش به نزد الله متعال قبول نیست، به خاطر که شرط قبولیت یک عمل پوره کردن شرایط یک عبادت است. شرط عبادت است که وقت داخل شده باشه. اگر ما تا وقت داخل نشده باشه نماز بخوانیم درست نمیشه. اگر در وقت پیشین نماز دیگر بخوانیم قبل از اینکه غیر از سایه اصلی سایه هر چند یک چند شوه، از او پیش ما نماز دیگر بخوانیم، بروی ما زده شده و مردود است، الله متعال قبول نمی کنه. اما در مقام عرفات برخلاف عادت و عقلت، حکم و فرمان الله متعال به دستور و نقشه رسول الله صلی الله علیه و سلم دو نماز یک جا می خوانی. برای تو تعلیم میده که دین نام تابیداری است. دین عبارت از تابیداری است. زمانی که فرمان الله برات میرسه، اگر عقلت میپذیره، اگر نمیپذیره، تو فقط فرمان میپذیری، مطابق از او عمل میکنی. همین نام بندگی است. بندگی امیر میگه اگر او با طبیعت ما موافق باشه یا مخالف، به هر رونقی که باشه تو باید فرمان الله را ببری. در طرف عقلت نروی، طبیعتت نروی، که طبیعتو میپذیره، عقلو میپذیره و نمیپذیره. نماز پیشین و دیگره اردو را در وقت پیشین میخوانی، در حالی که دیگر تا آلی وقتش نرسیده، دیگر مکمل حجاج در میدان استاد هستند تا که غروب آفتاب نشوده، کلگی فقط استغفار و بخشش از الله متعال میخواهد. صحنه ای که یقینا درس مساوات و برابری را به جهانیا پیش میکنه که نظام مقدس اسلام است که در تحت حکم از او هیچ کسی تفاضل و تفاوت نداره. اگر پاچاست، اگر یک غریبی که یک شانزده پولی هم نداره، اگر عرب است، اگر عجم است، اگر در هر گوشه دنیا زندگی میکنه، در این میدان مساوی برابر، فقط عاجزی به الله متعال میکنه، دیگه چیزی نیست. این امیر میگه که در این عرفات هر کس درس میگیره که اسلام دین تابیداری الله متعال است، دین شخصیت پرستی نیست، دین ملت پرستی نیست، دین نیست که یک نژاد امتیازی داشته باشه. در جمعه پیش این موضوع را گفته بودم که قریش کدام تصور غلطی که برای خود اختراع کرده بودند و نمیخواستن از مشعر الحرام بیرون شود، از حدود حرم بیرون شود، الله متعال امر کرد که نه. وقتی که مردم پایین میشه از عرفات، کلگیتان از اونجا پایین شوی، اینطور نمیشه که شما در اونجا نرفته باشی. و میگفت ما مجاورای حرم هستیم، برای ما مناسب نیست که از حدود حرم برایم. اسلام درس مساوات میده. پس حاجی محترم در این میدان عبرت عظیم میگیره، درس عظیم میگیره، بدانه که تمام تپ و تلاش زندگیم فقط از یک رخت سفید است که او دو چیر میشه، دو توته میشه، امرای ما در کفن مانده میشه. یک چیزی دیگری که من سالا پشتش زحمت کشیده بودم، عرق ریزی کرده بودم، امو برای ما میسر نمیشه، برای ما داده نمیشه. باید درک بکنه. بعد از او به مزدلفه میاد. وقت شام داخل شده در عرفات، اما کسی حق نداره که نماز شام در عرفات بخونه. چه بهتر که بیا در جماعت با یک مجمعه عظیم در پشت یک امام نماز شام خفتن اردو را یک جا بخونه. در وقت خفتن خوانده میشه، در شام وقت شام میبرایه، خلاف عقلت است. اونجا جمع تقدیم شده بود، در اینجا آل جمع تاخیر میشه، که جمع تاخیر شود. نماز شام در وقت خفتن آخر کرده ای، اردو را یک جا جمع میخوانی. اصلا در این طور مجامع بزرگ در حقیقت تعلیم احکام اسلام است. که چه قسم احکام اسلام تعلیم داده میشه در یک مجمع عظیم؟ در پالویت هر نوع مردم ها میبینی، در صفت هر نوع مردم ها مشاهده میکنی، رنگا و زبان مختلف، اما در یک صف استاد است، اما پشت یک امام اقتدا داره، اما کلگی میگه که الله اکبر، کسی هم نمیگه که ما بزرگ استم. شب در اینجا میگذرانی با دعا و استغفار، صبح
تا که طلوع آفتاب نشده باشه، بجز از او کسایی که ضعیف است، ناتوان است، زن هاست، میتونه بعد از طلوع فجر حرکت بکنه طرف جمره زدن. اما مردمای تنومند، مردمایی که صحتش خوب قوی است و باید انتظار بکشن تا که نماز صبح اینجا بخونه و آفتاب طلوع بکنه، تا طلوع آفتاب از ذکر و اذکار الله را کرده، تکبیر گفته، استغفار طلب کرده. آیتی که خواندم الله متعال میفرماید: فاذا قضیتم مناسککم، زمانی که شما مراسم حجتان تکمیل کردید در عرفات، و دم از دلفه، پس میاید منا، اونجا با ذکر الله متعال میکنه. فذکروا الله، یاد کنی الله متعال، که ذکرکم آباءکم، به مثل یاد کردن شما پدرایتان. میرسیم به اون مرحله، مردم میاید، سه مقام است. مردم یا عوام او را شیطان ها میگه، او شیطان نیست، شیطان سنگ نیست، شیطان بلوک نیست، شیطان دیوار نیست که او را همونجا استاد کرده باشی. شیطان خو او مخلوق الله متعال است که برای امتحان تو توانمندی و قدرت الله برش داده که در رگ رگ خون تو تا و بالا میدوه میروه حرکت میکنه و گوناگون وسوسه ها را در قلب تو ایجاد میکنه. شیطان اونجا نیست. اما حاجی محترم باید دیاد خود بیاره، نظر به بعضی روایت اگر چی ضعیف است، جایی است که زمان ابراهیم خلیل الله مورد امتحان بزرگ الله متعال قرار میگیره، خواب میبینه که فرزندی که در آخر عمر برش داده شده خیلی نیازمند همچو فرزند است، امیره باید قربانی بکنه. صحنه‌ش کمی تفصیل میکنیم که بدانیم نام بندگی و نام اطاعت الله چیست. شیطان نه در لباس شیطانی، نه در لباس دشمن، در لباس خیرخواه، در لباس یک شخص خیلی که مردم سرش اعتماد بکنه، در پیش روی ابراهیم خلیل الله ظهور میکنه. برش میگه عجیب است، یگانه آرزو و امیدی که سالها تو داشتی از این که در سن پیری رسیده بودی و اینجا راه دعوت توحیدم برای تو آنقدر اهمیت داشت که هیچ چیز در زندگیت از این زیادتر اهمیت نداشت، امی ادامه دادن راه دعوت توحید آرزوی قلبت بود و میخواستی که ادامه پیدا بکنه، از او خاطر آرزوی فرزند دلبند میکردی. الله متعال در امچو سن و سال برای توی طور فرزند داد و این فرزندم در او سن و سال رسیده که امروز یقینا باری تو را سبک کرده میتانه. ابراهیم علیه السلام مال و متاع زیادی نداشت که اسماعیل علیه السلام دیقانی و چوپانی باید برش بکنه. منظوری ابراهیم علیه السلام ای بود که چراغ توحید ما در دادم، مردم از این بت پرستی و شرک تبلیغ و تقریر کرده رایستم، این چراغ خاموش نشوه، این باید ادامه پیدا بکنه. لیکن فرمان الله متعال آن هم در خواب، که شیطان 1000 وسوسه را در ذهن آدم انداخته میتونه، که خواب است، شده میتونه شیطانی باشه. وحی خواب انبیاء علیه السلام وحی است. ابراهیم علیه السلام پی میبره که فرمان الله متعال است و در سختترین امتحان الله متعال قرار گرفته. چه قسم در این میدان آزمایش ما کامیاب میشم؟ امی شیطان به شکل خیرخواه، آدمی خیلی معمر، حلیه ظاهریش خیلی نصیحت کننده معلوم میشه، به ابراهیم خلیل الله ظاهر میشه. برش میگه کجایی فرزند؟ ای خو آمال و آرزوی تمام عمرت بود و امروز تو کار ده در گلون یزی کش بکنی، ای را زبح بکنی. چطور شده میتونه یک انسان یک چیز همیشه آرزو بکنه، زمانی در دستش بیاید باز به دست خود او را تلف بکنه؟ اما ابراهیم علیه السلام عمر خدا در یک تاپرستی الله سپری کرده، مکاید و دسایس شیطان درک میکنه، میدانه. از او طرف امتحان بزرگ الله متعال هم در پیش روی خود نقشش میاره که ما در این آزمایش شاید به این طور امور روبرو شوم که بسیار سخت باشه، دشوار باشه. یکیش امی امر است، یادمی خیرخواه ربیبی ریش سفید معمر
حلیه ظاهریش خیلی خوب، از ما مطالبه داره که چرا فرزندت قربان میکنی؟ زمانی که شما قدم به امر نیک، قدم به عمل صالح میگذاری، این شیطان لعین با این طور حالاتی در پیش رویتان میاد و شما را نمیگذاره عمل به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنه. شما اطاعت الله را بکنه، عمل نیک انجام بده. زمانی در این مسجد نشسته استی، دلت به صدقه تقریر در مورد انفاق فی سبیل الله شد، در اینجا در قلبت گشت که والا زاید خود 10,000 افغانی دارم، انشاءالله میرم این 10,000 افغانی را در راه الله متعال مصرف میکنم. اما به مجرد از این مسجد الله برآمدن، از هر طرف شیطان وسوسه میکنه. 10,000 در این زمستان اوجه بدم چوب ندارم، اولادم لچ است، اینا چطور کنم؟ تا خانه میرسی این فکر و تصور مکمل شیطان است ذهنت میکشه. وگر نه در مسجد که نشسته بودی، در اونجا که احساسات دینی حرکت پیدا کرد، تصمیم گرفته بودی که من این کار را بکنم. تا وقتی که حادثه سرت نامده، چه حادثه خوشی باشه یا چه حادثه غم باشه، تصمیم میگیری. در درس حدیث و در ترجمه قرآن نشستستی، هر مرتبه که آیات و حدیث پیامبر برات میآید و تو را تشویق و ترغیب به اطاعت رسول الله میکنه، به اجرا کردن امر الله میکنه، در اونجا در ذهنت میآید که اگر کدام حادثه سرما بیاید، یقینا که ما سخت از این حادثه دفاع میکنم که را به طریق سنت رسول الله پیش ببرم. اما زمانی که حادثه بیاید، شیطانای انسی برات پیش میشه، به شکل خیرخوا، به شکل قریب، به شکل دوست. عروسی میکنم، دوست برات میآید، برات میگه کدام سازنده را میاری؟ پیسه شما میدم. یک هفته پیش او میآید، لیست گیری سرت میکنه، چی کارا را میکنی؟ تو در فکر و تصورت نمیباشه، اما چار دوباری تا بگیره. شیطان تنهایی را نمیگه که یک جن نیست، هر متمرد، هر کسی که تو را دعوت به امری غلط و نادرست میده، او شیطان است. ولو پدرت باشه، ولو برادرت باشد، ولو زنت باشه، ولو مادرت باشه، ولو خواهرت باشه، زمانی که تو را دعوت میده به سوی بدعت، به سوی شرک، به سوی معصیت الله، به سوی ترک کردن سنت رسول الله، او شیطان است. تمرد کرده، اما ما نمیشناسیم. اگر ما تو در جای ابراهیم علیه السلام می بودیم، در اول مرحله موضوع را ترک میکردیم، دست میورداشتیم که دیگه بچه خدا قربان نمیکنیم. درس میگیره حاجی، ما تو درس میگیریم که شیطان به کدام عنوان و به کدام چرا خدا پیش میکنه جلوگیری از او کار نیکی که تو تصمیم گرفتی، تو جلوگیری میکنه. حج اموتور یک مراسم ادا کردن نیست، حج درس است. درک بکنی اونجا که تو استاد میشی، هفت سنگ دمو حوزک پرتاب میکنی، باید بدانی که این عمل دائمی است. من مثل ابراهیم خلیل الله واره تسلیم به نظام الله استم. زمانی که شیطان در دمی روی میایه، به جای از اینکه لبیک برش بکنیم، اطاعتش بکنم، بعد قطع سنگ بزنم. بسیار حقیرانه تحقیری از او را باید بکنم. او شیطان نیست، تمثیل میکنی تو. ابراهیم خلیل الله درکت که شیطان میخواه در این امتحان بزرگ الله متعال مرا ناکام بسازم، سنگ پرتاب میکنه. گویی در عمرت امی قسم صحنه برات پیش شده، یقینا به هزارها مراتب امی طور صحنه برام پیش شده. قدم به طرف جهاد میورداری، سعی میکنی طرف دخترک و بچیت، ولی دخترک و بچه ما برم بمیرم، غمی از یارکی میخوره. دمی آن واحد شیطان در قلبت نپرته، اما دمی موقع هیچ تصورت فکرتی طرف نمیره که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. رزاق الله است، من نیستم. اگر کسی بگوید که مستم که اولادا نان میخوره، نعوذ بالله، این عقیده به رزاقیت الله متعال نداره. بله، الله دنیا را به اسباب پیدا کرده، اما اگر تو نباشی، شاید الله متعال کسی دیگری را سبب پیدا بکنه که برای ازی نان و نفقیش تیار بکنه. هزار مرتبه این صحنه ها براتون پیش شده. در تهجد میخیزی چی میگی؟
والا یخ هم خیلی زیاد است. آدمی موقع شیطان میرسه سخت یخ است، مریض میشی مریض. اما وقتی که آلی برای دکان میری یا طرف قندهار میری، یک بجه در استادگاه خواسته تا اوجا نمیگی که مریض میشم، یخ است. فرق است در اینجا. اونجا شیطان برد آمده، اینجا شیطان برد نامده. اونجا شیطان است که تو را تصوری نادرست داده رو ایسته، باز میدارد که تو عمل نیک انجام بدی. ما یک مثال دیگرم برتان میدم. یک کسی از ما سوال کرد، مولوی صاحب چی فرقی است اگر یک جوان در امی کوچه رای دختر را بگیره، نعوذ بالله، در سر کوچه استاد است، سیگرت میکشه، خنده قهقه میکنه، وقتی نماز هم امی جمعشه، جماعت هم استاد میشه، امی بچه از امی سر کوچه داخل مسجد هم نمیشه، نماز هم نمیخونه، امیش سفید پس میبره، امی بچه را میبینه با امی جنایتش، حتی یک نصیحتی عادی هم برش نمیکنه که او بچه وقتی نماز بیا نماز بخون. امینجا چرا امیرش سفید قهر و غضب نمیکنه سری بچه، اما وقتی در مسجد یک کسی بیا رفع الیدین بکنه، این امیرش سفید یک دم جن میگیرشه، خود میخیزه بدون از اینکه سوال بکنه. او مردکر از منم میسازه. ما برش گفتم که فرق است، اینجا این کار سنت بود انجام میداد، شیطان ابلیسی لعین آمد ایرش سفیده تحریک کرده رویست که او هیچی میکنه نگذاشه، اما اونجا شیطان لعین برش نمیگه کی را نصیحت بکن. فرق است. در یک موقع برای شیطان استاد میشه، در موقع دیگه نیسته، وگرنه او جنایت میکنه، جنایتی که هیچ کس نیش اختلاف نداره که خرد و کلان میفهمه که جنایت میکنه، ترک نماز جنایت است، اما این سنت است. در مقابل سنت قیام میکنه، در مقابل جنایت نه. درک بکنه مؤمن در مسیر رایت، در مسیر زندگیت، زمانی که پای به طاعت الله و رسول الله میگذاری، ابلیس لعین وسوسه های مختلفه در دمی رویت انداخته رویست، تو را باز میداره. اما تو چی یاد گرفته ای؟ بله، از ابراهیم خلیل الله یاد گرفتم که شیطان با سنگ ریزه زد، با واسطه که چهره معمر داشته، چهره زیبا داشته، چهره خیرخواه داشته، اما ابراهیم خلیل الله میدانه که اینی آدم به می چهره مرا میگیره، در این آزمایش الله متعال مرا میخواه که ناکام شوم. بعضی علما نوشته کرده که در مقام دوم که جمره زده میشه، اونجا این نیست که شیطان است. افغانی های ما میگه قد شپلق وار میکنه که شیطان ده، شیطان اونجا نیست بچه کاکا. تو یک کمی درک بکن حقیقتا، اونجا هم شیطان ابلیس تو را خطا میکنه، برات میگه که قد سنگریزه چی میشه، قد چپلق بزن، به خاطر که طریقه رسول الله را عملی نکن، سنت پیغمبر از پیشت باقی بگذار. در مقام دوم بعضی علما نوشته میکنه که دوم بار است که به ابراهیم خلیل الله پیش میشه، باز میزنه، سوم بار جمری سوم است. او بعضی علما میگه در اول مقام به ابراهیم علیه السلام پیش شده، در مقام دوم به مادرش پیش شده، به مادر رفته که ای مادر خبر داری ای فرزند دلبندی تا ابراهیم علیه السلام میبره، کار داده گلونش کش میکنه، ذبح میکنه، یگانه امید و آرزوید که سالا در دشت با کدام زحمت و تکلیف تو ایره پرورش دادی تربیت کردی، امروز که آلی یک کمی انس و الفتت قطش گرفته میشه، دستت قطش سبک است، ایره از پیشت میبره ذبح میکنه. مادرم، مادرای ما واره نیست، مادر نیست که اگر بچهش حادثه میکنه وفات میکنه باز گریبان چیر کنه، باز در کوچه برایه، باز وا ویلا را پرته، مخلوق او را آرام بکنه آرام نشوه. او مادر در خاندان ابراهیم علیه السلام تربیت یافته، در زیر روشنی توحید الله متعال او درک میکنه که کدام است، او هم درک میکنه که شیطان است، ابلیس است، قطعی سنگریزه میزنشه. در موقع دیگه جمره سوم است و پیش اسماعیل علیه السلام ابلیس لعین خدا ظاهر میکنه، خبر داری کدام طرف روان هستی؟ هی جوانی طبیبی نو دست دسرت رسیده، نو میتانی از این لذایز دنیا استفاده بکنی،
قوت و انرژیت نو در وجودت ظهور پیدا کرده، آلی تو میری ذبح میشی. اسماعیل علیه السلام هم در بغل امو مادر موحد تربیه یافته، وزیر سرپرستی موحد جهان، موحد خلقی و فطری ابراهیم خلیل الله که حنیف است و هم درک میکنه که ابلیس است، مرا ذبح میکنه، باید ذبح بکنه، میزنه سنگ پرتاب میکنه. برادر و خواهرم، آیا گاهی امرای سیاسرت، امرای مادر و پدرت کدام موضوع دینی را شریک ساخته ای؟ گاهی در یک موضوعی که موضوع دین باشه تو پیشنهاد بکنی که مادر جان برادر مسلمانم کشانده میشه، کلپم برش نشان میدی، همشیریم زیر اسارت دنیای کفر قرار داره، ببین شه کش کرده میشه، سک سرش هلا میشه، در زندگی درد داده میشه. من انشاءالله ای خانه را ترک میکنم من حیث یک فرزند دلبندتان به نام الله متعال راهی سنگر جهاد میشم که با این طاغوت، با این کفار مبارزه بکنم. پدر و مادری پیدا میشه که در پشت سرش پدرم بخیزه، در پشت شانش بزنه که آفرین بچه‌م، واقعا که فرزندم بودی، و مادر جان بخیزه یک بوسه شفقت آمیز در پیشانی بچه خود بزنه و بگویه که آفرین فرزندم، شیرم برات حلال است. پیدا میشه؟ بله پیدا میشه، نگوی پیدا نمیشه، اما زمان پیدا میشه که ما زندگی خدا با کتاب الله و سنت رسول الله سپری کرده باشیم. نگوی فرزند بندی خانه رفت، شاگردی ما بود، ما حراس داشتم که گاه قط مادر روبرو نشام، لااقل زنگ نزنه، مرا ملامت نکنه، مردم ها رقم رقم است. روزی از روزها تماس قائم شد، والدی فلانیستم قبل از اینکه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را تکمیل کنه سخن دیگه بگویه، برای ما میگه که الله متعال هشت دروازه جنت در رویت باز بکنه، که همچو فرزند داشتم و همچو استاد داشت. اونجا من گریان کردم، گفتم این کمال در من نیست، این کمال در کتاب الله هست، این کمال در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در پاکستان اسیر شده، شاید عالی مرگ و مردنش هم معلوم نیست. خب بله، اگر این خانواده های ما یقینا از این مزایای ملکوتی الله متعال درس بگیره بشنون، ما یقین داریم همونطور مادرها و برادرها و همونطور پدرها و خواهرها را تربیه کرده میتونه میباشه، موجود میباشه. حاجی محترم باید درس بگیری، باید بداری آیا ما همچو مادر تربیه کردیم؟ آیا ما همچو اولادی را تربیه کردیم؟ سر اولاد خود زحمت در مورد صحت عقیدش کشیدیم؟ چی کردیم ما؟ حاجی تنها مراسم ادا نمی کنه، حاجی وقتی پس میه در سوی عظیم از اونجا فرا گرفته، به مجرد که داخل خانه میشه متوجه به خانه میشه، زن خود ذهنیت دین میده، اولاد خود ذهنیت دین میده، اولادی را تربیه میکنه که در زندگیش هیچ چیزی محبوب از الله و از رسول الله نباشه، که روز فرا برسه امری باشه که یک طرف مخلوق کلش یک نظر داشته باشه، خب این طرف یک رسول الله یک نظر داشته باشه، و ای آدم بگویه که ملت، ای مردم، شما همه تان خفه ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم راضی باشه. کاش که ما همینطور اولاد تربیت کنیم، ما همینطور اولاد داشته باشیم. باز چرا بدعت بیه؟ باز چرا شرک بیه؟ باز چرا معصیت پیدا شود؟ باز چرا نفرمانی شود؟ اما ما تصمیم نمیگیریم، ما درس نمیگیریم.
قرآن کریم صحنه ای را که ابراهیم خلیل الله به همراه فرزند دلبندش تمثیل میکنه بر ما بیان میکنه بسیار مؤثر است، بسیار عجیب است. کلمات الله متعال است در یک آیت. فلما بلغ معه السعی، هرگاه که رسید به همراه ابراهیم علیه السلام در سر حدی که آلی دویده میتونه، رفت و آمد میتونه با ابراهیم علیه السلام، ابراهیمی که شب و روز در تلاش دعوت توحید الله است، یک تا پرستی الله است، میتونه گوشه از وظیفه ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام هم پیش ببره. دمی موقع ابراهیم علیه السلام مامور به ذبح همیشه میایه ابراهیم علیه السلام که به فریب ببره بچه خود در میدان ذبح؟ آیا میایه به زور کش میکنه بچه خود در میدان ذبح؟ نه، پدر زحمت کشید از سری فرزند، درک میکنه که هر طاعت و عبادتی که به انگیزه عقیده، به انگیزه فرمان برداری الله متعال نباشه، او طاعت و عبادت قبول نیست. کدام طاعت و عبادتی که با همنوایی مردم انجام داده میشه که مردم انجام میدم من انجام میدم، او طاعت نیست. کدام قربانی، کدام سارگری که انگیزش فقط و فقط رضای الله متعال نباشه، از دل خاطر نباشه، او طاعت و عبادت نیست. این را ما باید بدانیم. از او خاطر ابراهیم علیه السلام رشته مشوره را پیش میکنه با فرزند خود. قال یا بنیه، به فرزند خود میگه اینی اراف المنامی انی ازبحک، ما در خواب میبینیم که تو را ذبح میکنم، مامور به ذبح توستم. فنظر مازا ترا، تو بیبی که چی مشوره میدی. بسیار صحنه عجیب است، بسیار صحنه عجیب است، صحنه مرگ است. مرگ همونطور نه، مرگی که پدر بالا استاد باشه و جگر گوشی خود خوانده باشه و کار تم در دست خودش باشه، از بالا سعی میکنه و چشمای مهربان و محبوب فرزند طرف دست پدر باشه که کی کار در گلون میکشانه. خبر داره که جواب اسماعیل علیه السلام چه قسم جواب است؟ جوابی است که پدر جان مرا بگذار، یا چرا مرا میکشی، یا آیا در شریعت فرزند کشی هست؟ الله اکبر، ادناترین وسوسه، ادناترین خاطر و فکر طرف عقلم نمیره. به پدر محبوب مهربان خود میفرمایه قال یا ابت فعل، پدر جان کاری که مامور شده برات انجام بده، ما تو عمر آن چیزی که تو مامور شده ای ما چی میکنم. ستجدون انشاء الله من الصابرین، زود است که تو مرا بیابی اگر الله خواسته بود از جمله صبر کننده ها. این مهم نیست که کسی تسلیم شوه به یک امر، به یک فرمان برداری تسلیم شوه، مهم است کمی قربانی و فرمان برداری بزرگ اینم نسبت به کمال خود نده، به مهارت خود نده، به بندگی خود نده، بازم خدا بسپاره به الله. میگه ان شاء الله اگر الله خواسته باشه. ما طاعت و عبادت میکنیم، سینه را میزنیم، مفتیم، اما اسماعیل علیه السلام امی کمال هم به الله میسپاره. چی درس عظیمی! ما تنها باید سریع عمل نیکی خود خوش شویم که الله توفیق دادی این نماز جمعه را به وجه احسن خواندیم، الله توفیق تو بود، دست بالا میکنی، شکرگزاری کامل میکنی.
اگر انسان هر قدر کمال به دست میاره، درجه به دست میاره، عبادت الله را میکنه، اگر توفیق الله نباشه میتونه؟ نمیتونه. امی نامی بندگی است مردم، نامی بندگی امیست مکمل تسلیم شدن به رضای الله متعال. زمانی که یک مؤمن تمام لحظات عمر خود جستجو و تلاش دهی میکنه که در کدام کار، در کدام گفتار رضای الله هست، جستجو میکنه، اینی نام بندگی است و بنده کامل است. هر کس بنده شده نمیتونه. حاجی محترم در میدان مینا زمانی که گوسفند چپا میکنی کار ده میکشانی، شکر الله را بکش که اگر مامور میشدم که فرزند بکشم چی میکردم. اما الله انقدر مهربان ذات، عوض داد، بدل آورد. این صحنه درس عظیم برات میده که دین نام تابیداری کامل برای الله متعال است. الله متعال خو علیم است. از قلب ابراهیم و از قلب اسماعیل و از قلب مادرش علیهم السلام مکمل آگاهی داره. اما این واقعه را به ما تو تمثیل کرد که ملت ابراهیم اگر واقعا در ملت ابراهیم است، امچو ایمان و تسلیمی را باید در زندگیتان، در وجودتان پیدا کنی. در غیر از اسلام نیست، در غیر از ایمان نیست. وگر نه به الله معلوم بود که ابراهیم کدام شخصیت است، اسماعیل کدام شخصیت است. به میلیون ها مردم در او صحنه میره، او صحنه را مقامی که در منجا ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام قربانی میکرد، امو صحنه را در ذهن خود بیاره، درس بگیره که ابراهیم علیه السلام چطور فرزند تیار کرده بود. پدر درس بگیره، مادر درس بگیره، اولاد درس بگیره که اطاعت پدر و مادر به کدام پیمانه است، به کدام اندازه است و چه قسم اطاعت میشه. مام احترام پدر را داریم سمبولیک، تا که پیش ماست السلام علیکم که طرف میریم که کی زود میمره. ما و تو هم اولاد هستیم و ما و تو هم پدر هستیم که از اولاد خبر بودیم که عقیدش چی رقم است. نه خیر، در مینا دو سه روز حجاج کرام توقف میکنه، ذکر الله را میکنه. زمان جاهلیت کدام ذکر بود؟ آلی الله کدام ذکر فرمان داده؟ انشاءالله اگر حیات باقی بود جمعه های دیگه ای را دنبال میکنیم که ما از رفتن خود در این سفر عظیم و بزرگ حج چی درسای عظیم فرا گرفتیم و در زندگی ما چی چراغ و چی روشنی برای ما پیدا شد که ما در روشنی از او زندگی آینده خود تعمیر کنیم. ما واقعا خط اسلام برای مسیر خود انتخاب کرده و استوار حرکت کنیم. حاجی صاحب باید امی درساره در ذهن خود بگیره. الله متعال یقینا از همه عبادات الله لذتش، محبتش، شیرینیش را نصیب همه مسلمان ها و شما بگردانه و ما را از اون لذت ها محروم نسازه. انشاء الله الله حتما سوال قبول میکنه. و او کسانی که یقینا امروز در سنگرهای سرد، امروز در حالت و ساعتهای دشوار جان خود قربان دین الله متعال میکنه، الله متعال ده هدف نهایی و آخریش وارا برسانه و نظام الله را در کل جهان حاکم بگردانه. بارک الله لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. مؤسسه هنری پیمان فیلم در نظر دارد تا برنامه‌های متعدد اسلامی را به شیوه استودیویی تحت نظر همین علمای کرام تولید نموده و در خدمت تمام رسانه‌های داخلی و نیز از طریق رسانه‌های اینترنتی در خدمت تمام مسلمانان جهان قرار دهد. پس در این امر خیر با ما همکار شده و زمینه تولید برنامه‌های اسلامی را مساعد سازید. اداره مؤسسه هنری پیمان فیلم، حمل 1392. شماره های تماس 0700-71-28-14 و همچنان 0786-170-996. سکایپ ما paimanfilm.co. در فیسبوک نیز ما را با نوشتن پیمان فیلم به فارسی دریابید. در یوتیوب فقط کافی است بنویسید پیمان فیلم. و همچنان رادیوی اینترنتی و 24 ساعته پیمان را از طریق اینترنت به شکل آنلاین فراموش نکنید. در ضمن این همه سایت اسلامی پیمان هم در خدمت شما است، www.islampayman.com. در این مسیر خیر با ما همکار باشید.